تو میلانی بپرسید. آیا بخش هایی از اسناد ویکیلیکس که مربوط به ایران میشه رو ایشان مطالعه کردن و آیا هیچ کدام از این اسناد هیچگاه به درد ایشان در جریان کتاب شاه خورده؟ آیا سند خاصی بود که شما از دیدن آن شگفت زده بشوید؟ اگر پاسخ مثبت است چه سندی؟ میدید اینها هزاران سند هست در مورد ایران فقط از ویکیلیکس که اون قسمتیش که بیشتر تازگی داشت در واقع اسناد مربوط به دوران بعد از انقلاب بود، یعنی اسناد قبل از انقلاب تا وقتی که من کتاب شاه رو تموم کردم، به خصوص تا وقتی که روایت فارسیش رو تموم کردم، بخش عمده این اسناد، اونهایی که در واقع قابل دسترسی بود، علنی شده بود و من از اونها استفاده کردم. چیز عجیب تازه‌ای من حداقل ندیدم. من همه اون اسناد رو ندیدم، اینا هزاران هزار صفحه فقط در مورد ایران هست. ولی در مورد اسناد دوران بعد از انقلاب نکات بسیار جالبی تو اون وجود داشت، برخی در مورد میزان ارتباط مقامات جمهوری اسلامی، مقاماتی که بعداً در رهبری جمهوری اسلامی بودن، با آمریکایی‌ها بود. برخی از اونها در مورد مثلا هشدارهایی بود که آمریکا به ایران میده در مورد حمله قریب الوقوع صدام حسین، قبل از اینکه اینها برن سفارت رو بگیرن و آمریکا رو در واقع صف صدام بفرستن. واضحه که آمریکایی‌ها داشتن سعی می‌کردند که با دولت آقای بازرگان و دولت جمهوری اسلامی یه مراوده‌ای رو حفظ بکنن. برخی از اون اسناد خیلی جالبه، برای من خیلی جالب بود. برخی از تماس‌هایی که آمریکایی‌ها با بعضی‌ها در دورور ایران، با عربستان مثلا، با ترکیه مثلا، آذربایجان مثلا، در مورد ایران داشتن، اونها هم برای من جالب بود. ولی در مورد شاه من خیلی سند شگفت‌آوری ندیدم. ولی این رو هم دوباره تکرار میکنم که همه ی ویکیلیکس یک دنیایی است و همشو من قطعا حتی تورق هم نکردم. همه رو شما دیدین یا تورق کردید؟ نه خیلی، گفتم همه رو حتی تورق هم نتونستم بکنم، برای اینکه هزاران هزار سفر است. یه مشکلی که ما در دانشگاه داریم، من دانشجوهای ما بایستی بهشون توضیح بدیم که اگر بخواید ویکیلیک رو استفاده بکنید، بدونید که استفاده از ویکیلیکس غیر قانونی است. یعنی شما اگر بخواید بعداً برای دولت آمریکا کار بکنید، من باید اینو به دانشجوامون توضیح بدم. اگر فکر میکنید که وقتی میخواید برای دولت آمریکا کار کنید، ممکن ازتون بپرسن شما به ویکیلیکس سر زدید یا نه، چون اون اسناد از نظر دولت آمریکا غیر قانونی است، غیر قانونی علنی شده و شما مجاز نیستید که به اونها دسترسی پیدا کنید. اگر میشد به راحتی از دانشجو استفاده کرد، کمک خواست، خیلی راحت میشد همه اینها رو خیلی سریعتر، بیش از تورق حتی درش کرد. ولی به لحاظ این محدودیتی که هست، من از دانشجو نمیتونم، ولی خود من خیلی ازشون استفاده کردم. خیلی میگم چیزای جالبی داره، نکات جالبی داره، از بعضی تماس‌هایی که وجود داشته بین مقامات جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها در مقاطع مختلف. شما استفاده کردین آقای دکتر؟ ایرادی نمیگیرم بهتون. من که نمیخوام برای دولت آمریکا کار بکنم. استفادهش آزاده، غیر قانونی نیست. ولی اگر من یه روزی بخواستم، در فکر این بودم که برای دولت آمریکا کار بکنم، باید احتراز میکردم. ولی به دانشجوانمون
باید این توضیح رو بدم. البته خیلی از دانشجوهای ما استفاده میکنن، به هر حال دانشجوهایی که فکر نمیکنن میخوان برن برای دولت آمریکا کار بکنن استفاده میکنن، یا از دوستانشون خواهش میکنن که استفاده بکنن، برای اینکه واضحه که اون اسناد به طور وسیعی استفاده شده و مورد استناد قرار میگیره. های دکتر، این حریم اینترنت رو شکسته بودن، رفته بودن این اسناد رو به دست آوردن، نه؟ جزئیات بله، یعنی دو سه جور مختلف ظاهرند این شده. یکی دو نفر بودن که فکر میکردن این اسناد بایستی علنی بشه، اونها رو در از کامپیوتر خودشون پیاده کردند توی دیسکایی، اون دیسکا رو آوردن بیرون، یه مقداریشو یه عده دیگه برای آقای آسانش فرستادن. این الان چند ساله که چندین بار این اسناد، این نوع اسناد علنی شد دیگه. قبلا هم البته، حتی قبل از عصر کامپیوتر هم چنین وقایع اتفاق افتاده بود. یعنی مثلا در دوران جنگ ویتنام، اون اسناد مربوط به جنگ ویتنام رو که یک نفری که در CIA یه زمانی کار میکرد، اونقدر وجدانش ناراحت شد که پنتاگون، اون معروف بود به اسناد پنتاگون، دادش به نیویورک تایمز. نیویورک تایمز هم بنابر این گذاشت که چاپش بکنه. دولت آمریکا سعی کرد جلوشو بگیره به عنوان اینکه خطر برای امنیت آمریکا داره و در دادگاه باخت. و روزنامه نیویورک تایمز در دهه 70 اون اسناد پنتاگون رو چاپ کرد. همین اخیراً این اسناد پاناما که اسم بعضی از مرده احمدی نژاد هم درش هست و مرده پوتین و همه مستبدان دزد دیگه مثل اینکه درش اسمی دارن، اونم معلوم نیست که کی داده. آقای پوتین میگه که CIA داده، ولی من فکر کنم اون به هر حال چون خودش درگیره و همه رو CIA تحویل میکنه، ولی اون هست. اسناد دیگه هست که هر کسی بهش دسترسی پیدا میکنه یک جایی درزش میده و چاپ میشه دیگه، زمانی که هیچ اطلاعاتی مسئول نیست. بله، اونایی که فکر میکنن دزدیاشون هم میشه مسئول میمونه، من فکر میکنم باید فکر کنن که یه نوع اینترنت دیگه ایجاد کنن یا اینترنت میشه. یا بعد چند سال پیش یه داستان خیلی جالبی خوندم که برای پیدا کردن دزدیای شوهر خانم بی‌نظیر بوتو، یه رندی رفت دفتر وکالت وکیل اونا رو بهش شبیخون زد، اسناد محرمانه وکیل رو گرفت و آورد به دولت پاکستان، فکر کنم به 7-8 میلیون فروخت. و از اونجا کپی همه چکار، دستورهای پرداخت و اینها وجود داشت. اینی این دزدیا برملا شدنش دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. خب آقای دکتر، در مورد این اوراق پاناما اشاراتی فرمودید، فکر میکنید هنوز هم شگفتی هایی برملا خواهد شد به خصوص درباره ایران؟ میلیون ها سنده، اینا میلیون ها سنده، میگم 11 میلیون سنده. بله، و اینکه همه خونده بشه و بعد میدونید اینها هر کدوم از اینا 1001 پیچیدگی درش هست دیگه. یعنی مثلا یه شرکتی رو درست کردن برای اینکه این صاحب یه شرکت دیگه بشه، گاهی بایستی سه تا شرکت و رمزش رو بشکنید تا بفهمید که اون کسی که اون پشته کیه. و من فکر میکنم تازه اول عشق در مورد فهمیدن ابعاد این ماجرا و همه کسانی که در اونجا پول شستن و پول پنهان کردن، چه برای اینکه مالیات ندن، چه برای اینکه پول نامشروع بوده و میخواستن خارج از ایران. خود امروز آقای جنتی میخوندم گفته که میلیاردها دلار خارج شده. شما اگر اسم دارید بیاید بگید اینا رو، چرا نمیگید؟ یعنی مثل اینکه شوخی دارن، ذکر مصادیق نکرده.
ذکر مثلا ذکر چیز نکرده اینا، یعنی میدونی واقعا برای من شگفت آوره که شما میگید میلیاردها دلار پول خارج کردن در به طور غیرقانونی ترکیه است. حالا البته قسمت ترکیهش به زودی شاید معروف بشه یه مقداریش، دوباره اونایی که از طریق آقای رضا زراب پول شاختن و پول خارج کردن، فکر کنم این روزا باید یه کمی ناراحت تر بخوابن، برای اینکه این دولت ترکیه نیست که بشه برم فشار بیارم چیز کنم، این دولت آمریکاست و ممکنه اونچه که ایشون میدونه در مورد فعالیت های غیر قانونی دیر یا زود رو بشه. اصلا چرا اومده آمریکا؟ یه روایتی عمدن اومده بودی که بگیرنش، برای اینکه فکر میکرده اینجا امتره. از کی واقعا میگم، یعنی یه روایت اینه که آخه چطور فکر کرده که این میتونه بیاد آمریکا معصوم باشه؟ یا یعنی این کسی که همه دنیا میدونن که یکی از شاه مهره های یا ملا مهره های خروج پول غیرقانونی و دور زدن تحریم ها بوده، و چنین کسی فکر کنه آدم رو تو آمریکا به خاطر خرید 1 میلیونی چند سال زندانش کردن، این چند میلیارد این برابر کرده، فکر کرده که میتونه بیاد میامی تو پلاژ بشینه خوش آب هویج بخوره و بهش کاری نداشته باشن. خیلی عجیب داره من. خواهی شو بفرمید که این روزها سخن از آمدن احمدی نژاد میشه، برخی میگویند که قدمش رو چشم هوادارای خودش، و برخی میگن این خیلی حراسناکه، به خصوص که خود رژیم هم در جاهایی ایشون رو از سخنرانی منع کرده، لغو سخنرانی احمدی نژاد و دو وزیر سابق اطلاعات و آموزش و پرورش در یکی از شهرستان ها. بله، حالا من که فکر میکنم فاجعه است، یعنی آمدنش برای ایران، البته آمدنش فقط در صورتی میسره که همونایی که دفعه قبل آوردنش دوباره بخوام بیارنش، ولی اینکه اون که به طور قانونی که نیمد از این، به نظر من هر دو انتخاباتش انتخابات معیوبی بود، انتخابات مهندسی شده بود، انتخابات شبه کودتایی بود، از واضح بود که به طور حداقل در گمان من اگر سپاه و بیت رهبری و بسیج نمیخواستن انتخابش بکنن و از صندوق درش بیارن، همونطوری که آقای کروبی هم واقعا در این نامه بقایت پر مایه و پر جرأتش دوباره گفته، یعنی کسی نبود که آمد، کسی بود که آوردندش و کسی بود که آوردندش و دوباره به قول خود مقامات رسمی جمهوری اسلامی، احتیاجی نیست که به مخالفین گوش کنید، خود مقامات جمهوری اسلامی میگن چندین، حالا واقعا چند رقمش بینشون اختلاف است، ولی اینکه چندین 10 میلیارد دلار اینها لفت و لیس کردن، چندین 10 میلیارد دلار از طرح‌های بلاهت‌آمیز اقتصادی که پیشنهاد کرده سوخت شده، یک فرصت تاریخی عظیمی از ایران از دست رفته، فرصتی که ایران میتونست از این واقعا فلاکت اقتصادی که دوران احمدی نژاد دوچارش بود خارج بشه، ایران همه اینا رو سخت کرده، یه دورانی که ایران یه ثروت واقعا غیرمنتظره 700 میلیارد دلار به ایران آمده، نسل جدید داشته وارد بازار می‌شده، اینها رو میتونستن به کار بکنن، میتونستن سرمایه های واقعی ایجاد بکنن به جای اینکه همه رو بدن دست سپاه، همه رو بدن دست بسیج، اونها هم دکل گم کنن، هم دزدی کنن، هم قرارداد چند میلیاردی بگیرن، یه درصدی بردارن بدن به زیر دستشون، اون بردار بده به زیر دستشون، انواع قاچاق‌ها. آقای دکتر اون که واقعا اونم یه چیز عجیبه، امروز جنتی هم علیه این قاچاق‌ها صحبت کرد. آخه انقدر دیگه تو ایران میدونید به حدی رسیده که انکارش برای کسی که کوچکترین
دستی در واقعیت یا چشمی به واقعیت جامعه داشته باشه میسر نیست، ولی یه عده‌ای حتما اونقدر نگران دلواپسن که فکر میکنن شاید تنها راهی که دوباره بتونن دستشون رو به بیت المال برسونن اینه که یک کسی مثل اون رو بیارن. میدید هر چیزی در ایران آدم ممکنه، ولی به نظر من خیلی بعید میاد، برای اینکه حتی دلواپس ها هم حتما دلواپسن که این اگه دوباره بیاد چه برای بر سر جامعه ایران میاره، و جامعه ای که این همه بحران زده است، این همه وضع اقتصادیش در بداغونه، دیگه 700 میلیارد دلار دیگه هم که نیست، این دفعه با نفت 40 دلار سر کار دارید که خرج و دخل هم نمیکنه. و اومده مثلا به یه روایتی من میخوندم که بهش گفته بله اگه ما بیام کمک های ماهانه رو به 250 هزار تومن میرسونم، یک شعار غیر مسئولانه احمقانه ای که معلوم نیست پولشو از کجا میخوای بیاری، معلوم نیست با تورمی که ایجاد میکنه چه کار میخوای بکنی، و میدونید اون پاپولیزم واقعا بیمسئولانه ای که فقط هم به کمک سپاه و فقط هم با حمایت آقای خامنه این سر کار تونست بمونه، وگرنه خود این دلواپسا دور دوم ملقش میکردن. حالا بخواد برگرده فکر میکنم که صحبت خامنه ای کردی دایی دکتر، دیروز و پریروز من برخوردم به یک مصاحبه با مسعود فروزانفر که در اینترنت هست، در چیز هستش، یوتیوب. این شخص خواهرزاده آقای خامنه ایه، رفته در فرانسه داره زندگی میکنه، یه مصاحبه کرده با به نظرم با یه روزنامه آلمانی، خلاصه البته به فارسی مصاحبه کرده، اونا ترجمه کردن. اینقدر افشاگری ها کرده، آدم چیزم نیست دا. یعنی بخواد حرفای بیراه بزنه، نه حتما شما باید اونا متاسفانه نایدم، خیلی دلم خواهد ببینم، نایدم گوش کنید، حتما بیرم گوش میکنم. بله حتما نایدم، ولی من میدونید فکر میکنم احتیاجی اصلا به افشاگری نیست. شما این نوشته های خود آقای خامنه ای رو بخونی، خیلی نکات جالبی درش هست. من واقعا حیرت میکنم از من ترجمه هاشون رو از سید قطب خوندم، ترجمه هایی که در 15 سال قبل از انقلاب کردن، و هم خود ترجمه، نفس اون ترجمه ها خیلی جالبه، و هم بعضی حواشی که ایشون برش نوشتن خیلی جالبه. میدونید یک نگاه کاملا متسلبی دارن نسبت به جهان که با یه زبان خیلی شیوایی این نگاه کاملا متسلب رو اونجا صورتبندی کردن، نگاهی که در واقع هیچ کس دیگری رو غیر از اون روایتی که از سید قطب گرفتند و یک نوعی قبل از خود ایشون نواب صفوی از سید قطب گرفته، به صراحتی که خود آقای خامنه اونجا نوشتن، و شما اینا رو میخونید و میبینید که واقعا نگاه هم سید قطب و هم آقای خامنه و هم خب نواب صفوی که روایت خیلی کم سواد و چیزشه، یه روایت عامیانشه، کم بنیه، خیلی کم بنیه نیست، کم سواده. یعنی بنیهش به یک دگاه نواب صفوی یه آدم پرشور چیزی بوده، خود آقای خامنه ای در وصفش میگه که مثلا تو مشهد که میامد یه سری دور الوات و اشرار دور و برش بودن، لاتا دور و برش بودن، برای اینکه از یه مسجد به یه مسجد دیگه میرفت، بعد دائم شعار میداد. حالا این مثلا 70 سال پیشه، هر کی هم کراوات میزد میرفت خیرشو میگرفت، میگفت این افسار صدیبیون رو نزن. یه چنین آدمی است. بعدم کتابش رو که میخونید، کتابی که در اون زمان نوشته، در 1946 نوشته، خب برای نشسته برای همه وزارتخونه های مملکت برنامه داده،
یک به یک، یعنی 14 تا وزارتخونه اون زمان بوده براش برنامه داده. برنامه‌اش این همین برنامه‌های احمدی نژاد بوده که تو هر مسجد یه صندوقی باز بکنید، به مردم قرض الحسنه بدید، نماز جماعت رو بخونید، پرچم اسلام مطمئن باشید که اونجا باشه، به اقتصاد دونا هم کمک نکنید، به بقال محله رو بیارید بذارید بکنید وزیر اقتصاد، اقتصاد اسلامی میشه چون بقاله آدم زاهدیه، اون مسائل اقتصاد مملکت رو میفهمه. همش همینه. ولی سید قطب خب آدم جدی تریست و آقای خامنه ای هم به گمان من آدم جدی تریست، ولی سید قطب رو اعدام کردن آقای دکتر. بله سید قطب در مصر اعدام کردن. بله بله بفهم. بنیانگذار فکری اخوان المسلمین دیگه، یعنی اخوان المسلمین اگر تئوری سیاسی دارن در واقع از اوست. و یه شباهت هایی هم دوباره به زندگی خود آقای خامنه ای داره که در جوانی علاقه به ادبیات داشته و خودش رو ادیب میدونسته و اونم خودش رو ادیب میدونستن، از یک محافل خیلی غیر مذهبی مصری، از روشنفکران شعر، همون که مثلا در مورد آقای خامنه ای هم میگن که یه دورانی به اخوان علاقه داشته و با شفیع کدکنی بوده و در محافل مشهد به شعر علاقه داشته، شعر اون زمان، نه این متشاعرینی که الان میان شعر به قول خود اینا ارزشی میگن و واقعا آدم خندش میگیره که در سرزمین حافظ اینا در قرن 21 این چیزا رو میگن، نه یه زمانی که شعر علاقه داشته، مثلا شفیع کدکنی علاقه داشته، به اخوان سالس علاقه داشته. واضحه اصلا توی دفترشون، توی سایتشون یه مطلبی خود اخوان در دفترشون نوشته آوردن، خیلی جالبه که اون زمان به این مسئله حساس بودن. ولی این اونا رو که میزنی کنار، خب اساس فکر نواب و سید قطب و آقای خامنه‌ای در مسئله فرهنگی یکیه دیگه، که ما باید فقط روی همین قرآن و احادیث تاکید بکنیم، هیچ چیز دیگری لازم نیست. غربی ها هم هر چی که میگن کذب میگن، به غیر از برخی از تکنولوژیشون که اونو ما خودمون انتخاب میکنیم و برمیداریم. که هر چی که غربی ها در مورد اسلام میگن، مثلا یه جمله ای رو میخوندم همین چند روز پیش، اینو 1965 فکر میکنم یا 68، یکی از کتاب ها 65 آقای خامنه‌ای ترجمه کردن، یکی 70 مثلا، اونجا میگه هر چی که غربی ها میگن در مورد اسلام ما ضد اونو میگیریم و مطلوب ما همونه، هر چی مطلوب اوناست منفور ماست، هر چی منفور اوناست مطلوب ماست. خب این همین حرفایی است که این دفعه در مشهد، در مشهد زدن. یعنی شگفت انگیزی اینه که این حرفا رو زدن و مونده و هنوزم میزنن و یه دم خب طبعا شعر در وصفش میگن دیگه. آقای دکتر میلانی چه میفرمایید در باب شخصیت هایی که در حصر به سر میبرن مثل آقای کروبی؟ چون یکی از گروه های حزب الله اعلان کرده که به محض اینکه اینا آزاد بشن پاشون از خونه بیرون بذارن خونشون رو میریزن. اولا دوباره من فکر میکنم که اگر آقای لاریجانی خودش رو رئیس قوه قضاییه مملکتی میدونه که میگه درش قانون جاریه، خب اون اولین کسی که باید بره سراغ این شخص و بازداشتش بکنه قوه قضاییه است. حزب الله غلط کرده که میگه من قانون رو دست خودم میگیرم و میرم خون میریزم. مگه مملکت قانون نداره؟ به چه حقی شما چنین میکنید؟ اگر یکی از اصلاح طلبان فردا بگه که من به محض اینکه مثلا آقای جنتی از خونه بیاد بیرون من میرم میکشمش، اون اصلاح طلب رو 24 ساعته به سلابه میکشن. چطور یه چنین کسی میتونه یه چنین غلطی رو در مورد سه شهروند ایرانی، نه اینکه حالا اینا شخصیت های سیاسیشون رو بذارید کنار، دو واقعا به نظر من هر سه اینها تجسم ایستادگی در مقابل ظلم هستن
و تجسم مقاومت جوندار هستند و در تاریخ اسمشون واقعا به گمان من به نیکی یاد خواهد شد و اونهایی که دستور به حصرشون دادن به شکل غیرقانونی، اونهایی که هر روز این حصر رو توجیه میکنن، حالا این الواتی که تهدید میکنن اونها هیچی، ولی اونها که توجیه میکنن، اونها که میگن اینها بایستی بمونن، اون کسی که در روز سپاه مقاله مینیسه میگه اگر آیت الله خمینی زنده بود شما رو به دار میکشید، اینها لحظاتی است که لکه های ننگ زندگی اونها خواهد بود و لحظات ننگ دیگری است برای جمهوری اسلامی. چطور جرأت میکنید بگی که آقای خمینی اینها رو به دار میکشید؟ آقای موسوی رو که آقای خمینی دو بار در دعوای علنی بین آقای خمینی و آقای موسوی، آقای خمینی طرف آقای موسوی رو گرفت. آقای کروبی که یکی از نزدیکترین افراد به آقای خمینی بوده، درسته که کاملا من با این حرفی که در روزنامه جوان بود موافقم که میگه دوران طلایی امام همون دورانی بود که ما تو زندان 4000 نفر رو کشتیم، شما بی خود میگه دوران طلایی، درسته اون دوران اتفاقات افتاده و ولی جالبه که آقای کروبی این جرأت رو داره، خانم رهنورد این جرأت رو داره، آقای موسوی این جرأت رو دارن که بعد از 5 سالی که در اون زندان هستن، در زندان غیرقانونی اینا هستن، یه چنین نامه‌ای می‌نویسن، یه چنین پیام‌هایی می‌فرستن و چنین استوار وایستادن برای دفاع از حق مردم در انتخاب کردن برای قانون. یعنی واقعا نامه آقای کروبی به گمان من یکی از نامه های تاریخیه، همونطوری که 2 روز پیش روزنامه مجله نیویورکر هم در موردش نوشت، یه مقاله خیلی جونداری خانم رابین رایت در موردش نوشت و ازش به عنوان یک واقعا واقعه بسیار بسیار مهم در این تاریخ سیاسی یاد کرد. ببینید تو استنفورد نشستن و تفسیر کردن یه چیزه، ولی تو زندان جمهوری اسلامی بودن و به رهبر جمهوری اسلامی اونچنان که کروبی صحبت کرده صحبت کردن و بهش گفتن که بیا در دادگاه ببینیم نانجیب کیه، خیلی جرأت میخواد و من واقعا سر تعظیم فرود میارم در مقابل کسی که این همه به قول ما ایرانی ها جگر داره. آقای دکتر، این خبرم شنیدین که حزب الله، یعنی یکی از شاخه‌هاش باز شورای هماهنگی حزب الله، تهدید کرده که خاتمی و هاشمی رو ترور خواهد کرد؟ میدونید اولا وقتی که رهبر یک مملکتی میاد در مقابل در باره یک کسی مثل هاشمی رفسنجانی، به قول خود هاشمی رفسنجانی اگر یه نفر بدونه که نقش هاشمی در این 35 سال چی بوده، آقای خامنه‌ای است. وقتی که ایشون میان و به صراحت بدون امکان اشتباه میگن که رفسنجانی یا خائنه یا ابلهه، خب مرده ایشون آدم خائن رو چیکار میکنن؟ باش چیکار میکنن؟ شما چطور یه چنین زبان سیاسی رو وارد مملکت میکنید؟ ببینید بین خشونت زبانی و خشونت فیزیکی معمولا فاصله چندانی نباید رفت، به خصوص که اون کس خشونت زبانی رو به کار میبره رأس قدرت اقتصادی نشسته و میلیاردها دلار هم دستشه و میتونه ازش هر استفاده بکنه و عده‌ای فکر میکنن که اگر برن سر بیارن بهشون پاداش داده میشه، به جای اینکه همین امروز آقای حاج خامنه‌ای باید بره در تلویزیون در رادیو بگه غلط میکنید شما طرفداران من، طرفداران حزب الله که میگید من میرم ترور میکنم، مملکت قانون داره، شما که اینقدر در مورد قانون صحبت میکنی، شما که اینقدر ادعا میکنید که ایران قانون مداره، چطور اجازه میدید که گروه هایی با اسم خودشون بیان
رئیس جمهور سابق مملکت 25 میلیون رأی داشته، دو بار 25 میلیون رأی برده. آقای رفسنجانی که در این انتخابات بیش از همه بقیه رأی آورده. تمام طرفداران آقای خامنه ای رو بذارید، هیچ کدومشون که انتخاب نشد، یکیشون 16 وارد مجلس شده، اونم به زور. جنتی جنتی انقدر بقیه رو رأیشو مالوندن و انداختن و فشار آوردن و آبشو گرفتن و چیز کردن تا این بیاد. حالا اولا میخوان اونو بیارم بذارن رئیس مجلس. آخه چقدر به مردم میخواید دهنکجی بکنید؟ بعدم یه چنین حمله ای میکنید به کسی که میدونید اگر انتخابات آزاد برای ریاست جمهوری بود، خب رفسنجانی انتخاب میشد دیگه. شما چطور بهش لفظ خائن بگید؟ و بعد یک مش اوباش میگم ما میریم میکشیمش، و شما و نه شما نه دادستان مملکت نه رئیس قوه قضاییه. رئیس قوه قضاییه که هر کسی کوچکترین حرفی در مورد محافظه‌کارا میزنه یه دفعه میاد میگه که اینجا مملکت قانون، ما میبریم دادگاه خانم معاون رئیس جمهور احضار میکنیم. چطور یه نفر رئیس جمهور سابق مملکت و رئیس جمهور اسبق مملکت و رئیس فعلی شورای تعیین مصلحت مملکت که بعد از آقای خامنه‌ای مهمترین مقام ایرانه، یعنی از لحاظ قانونی نگاه بکنید شورای تعیین مصلحت رئیسش به گمان من از لحاظ قانونی از رئیس جمهورم مهمتره. از نظر سیاسی خب رئیس جمهور به نظر من حداقل مهمتره، برای اینکه حداقل با رأی مردم میاد سر کار. در مورد یه چنین آدمی تهدید به کشتنش میکنن و هیچ آب از آب تکون نمیخوره. وقتی که اون وقت رفتن کشتن همون سازمانی که الله کرم رئیسشه، الله کرم رئیسشه، هزار و یک نوع رانت دولتی هم میگیرن. و اون وقت اگر یک چنین بل کوچکترین بلایی بر سر هر کدوم از این افراد بیاد، مسئول مستقیمش ریاست قوه قضاییه است که این افراد رو محاکمه و زندانی نکرده. مسئول مهمترش شخص آقای خامنه ای است که با این زبان پرخشونت جا رو راه رو برای خشونت علیه این افراد باز بکنه. ببینید صبر مردم هم به گمان من حدی داره، یعنی مردم خیلی، مردم ایران واقعا صبر عظیمی نشون میدن، تحمل عظیمی نشون میدن، برای اینکه نمیخوان مملکت رو به خاک و خون بکشن، نمیخوان در ایران یک سوریه دوم تکرار سوریه واقعا. ولی میدونید هر چیزی یه حدی داره دیگه، زورگویی هم یه حدی داره، چپاول هم یه حدی داره و خودمحور بینی هم یه حدی داره. و من فکر می‌کنم دوباره برگردیم به خانم رهنورد و آقای موسوی و آقای کروبی، واقعا من شخصا در مقابل ایستادگی اینها و در مقابل می‌دونید مقاومتی که افرادی مثل خود آقای خاتمی هم میکنن، یعنی رئیس جمهور مملکت رو بدون کوچکترین کیفرخواستی ممنوع تصویر کردن. اصلا اورول، اگر 1984 اورول، تصور این که برادر بزرگ بتونه به یکی از رؤسای سابق دستور بده که ممنوع تصویرش بکنن، آخه اصلا مگه میشه در قرن 21 شما یک کسی رو ممنوع تصویر بکنید؟ و بعد رئیس قوه قضاییه میگه بله ما حقم داریم و میکنیم و دادستان داده. دادستان غلط کرده داده، به چه حکمی دادستان میتونه به تمام روزنامه‌های مملکت بگه که عکس یه نفر رو نزن؟ رفسنجانی هم ممنوع تصویر در تلویزیون شده، شنیدم بله. که مشاورش گفته بله بله، از این خب بکنن. میدونید آخه اینا به قول خود یکی از این مردشون میخوندم نوشته بود که هی میلیارد میلیارد اونجا خرج میکنن، تمام در تلویزیون تمام این شب سال نوروز میگن که برنامه هایی که تهیه کرده بودن هیچ تماشاچی نداشته، بعد ملت میرن خودشون یه برنامه درست میکنن توی یوتیوب میذارن، صدها هزار نفر اون رو تماشا میکنن. ببینید چند نفر شهرزاد تماشا کردن و میکنن و چند نفر برنامه های شما رو چیز میکنن. حالا شما ممنوع تصویر بکنید، کی اصلا برنامه هاتون رو گوش میکنه که ممنوع تصویریش چیز باشه؟ قبح کار در اینکه شما فکر میکنید این کار میسره و قانونیه و میشه در ایران قرن 21
ایران قرن 21 که درش دو تا انقلاب مهم شده، 70 سال پیش توش مصدق بوده، 100 سال پیش انقلاب مشروطه بوده، ستارخان بوده، 70 سال پیش کسروی در ایران بوده. تو این مملکت حالا میخواهید با از طریق ممنوع تصویری زبون برون ایجاد بکنید، اونم در حالی که 60 میلیون آدم، 50 میلیون آدم به یه روایتی به نوعی یا تلویزیون یا یوتیوب دارن یا تلفن دستی دارن، میخندن مردم بهتون. آیا که تازگی مقاله ننوشتین؟ چرا نوشتم؟ اتفاقا یک مخواستم براتون بفرستم، یادم رفت، مجله لپوان فرانسوی ده؟ یک مقاله بسیار بسیار مفصلی، یعنی مثلا 14-15 صفحه، مثلا رو جلدش ایرانه، توش یه مقاله 10-12 صفحه‌ای از ایرانه که بخشیش 3 صفحه‌اش مصاحبه با من در مورد اوضاع ایران. عجب. بله، من میخواستم براتون بفرستم چون میدونستم شما زبان فرانسوی. بله، حالا میرم پیداش میکنم. بله حتما. لپوان خیلی مقاله جالبیه، یعنی واقعا ارقام بسیار جالبی در مورد ایران داره، نمودارهای بسیار جالبی داره، مقالات بسیار جالبی در مورد شهرهای مختلف ایران داره، یکی از جدیترین در واقع پرونده هایی است که در مورد ایران من دیدم. حالا مصاحبه با من یه قسمت کوچیکشه. درباره چی صحبت فرمودین آقای دکتر؟ همین خوزعبالاتی که اینجا میگم اونجا هم گفتیم دیگه. در مورد ایران و در مورد اینکه چرا ایران با بقیه کشورها فرق میکنه، ریشه های فرهنگی این تفاوت در چیه، و اساس حرف من اینه که به هر حال یه ایران دیگری سوای ایران آقای جنتی و اینا وجود داره، و اون ایرانی که آینده ایران رو و آینده منطقه رو رقم خواهد زد و آینده بسیار درخشانی میتونه برای هم ایران و برای هم برای منطقه. این الان اینا تمام تلاششونه که نذارن، تمام تلاش این جنتی و تیپای جنتی و نمیدونم الله کرم و اینا اینه که نذارن شرکت هایی که مثلا از اروپا میخوان تو ایران سرمایه گذاری کنن سرمایه گذاری کنن. ولی الان دقیقاً اون لحظه تاریخی است که دوباره اگر اینا جلوشو بگیرن یه فرصت تاریخی از دست میره. ببینید کشور خیلی از شرکت‌های بزرگی که قبلاً فکر می‌کردن بازارهای خاورمیانه از طریق ترکیه خواهند گرفت، در اونجا شرکت زده بودن، چه شرکت‌های غذایی بگیرید، چه شرکت اتوبوس‌سازی بگیرید، چه چیز، الان در فکر اینن که ترکیه ثباتش موندگار نیست و در پی یافتن یک بدیل هستن. ایران بهترین کاندیده، هم از لحاظ تعداد آدم های باسواد، هم از تعداد مهندسین، هم از تعداد کسانی که با کامپیوتر میتونن کار بکنن. یعنی یه فرصت تاریخی است که یک موج سرمایه گذاری در ایران بشه، تکنولوژی به ایران وارد بشه و ایران تبدیل بشه به یک به اصطلاح پایگاه در کنترل برای منطقه، به جای اونچه که ترکیه داشت سعی میکرد انجام بده. ولی خب این دلواپس ها نمیخوان دیگه، اونا میلیاردها دلار خودشون خوردن و تنها راه ادامه خوردن های خودشون و آقازاده ها اینه که رقابتی در کار نباشه، به همین خاطر هر چی میتونن میکنن که این امکان تحقق پیدا نکنه. آقای دکتر، آقای ناصر سراج که اکنون رئیس سازمان بازرسی کل کشوره، این همون بودش که قاضی دادگاه رسیدگی به فساد 3,000 میلیارد تومانی بود، او از صدور کیفرخواست برای پرونده 12,000 میلیارد تومانی خبر داده. آقای سراج گفته پرونده در دادسرای تهران رسیدگی و کیفرخواست آن هم صادر شده و دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده را به زودی برگزار می شود. رئیس سازمان بازرسی کل ایران گفته است این پرونده یک فساد نیست،
بلکه یک جابجایی پول انجام گرفته است. نمیدونم فرقش چیه جابجایی پول. منم خوندم خیلی سعی کردم بفهمم که اگر فقط جا به جاییه خب برش گردونید چرا پرونده. من فکر کردم که یه پرونده دزدی گنده ایه، ولی نگرانن که آقای خامنه ای بگه که دوباره چرا رسانه‌ایش کردی. دارن سعی میکنم بگن نه اونقدرم چیز نیست، دزدی دزدی نیست، از یه حسابی دزدیده شده به یه حساب دیگه رفته، جا به جا شده، از حساب دولت رفته به حساب یه خصوصی. این مصاحبه آقای مسعود فروزانفر، خواهرزاده آقای خامنه ای رو حتما بخونید، یعنی حتما گوش کنید، حتما گوش. خیلی نکات داره، از جمله اینکه درباره اینکه آقای خامنه ای یک دایره به اصطلاح چیز داره، محرمان داره، 5-6 نفرن جمع میشن، بعد خب این قمخیش بوده دیگه، میرفته و میامده، میگه اینقدر اینا حرفای زشت میزنن، جوکای جنسی میگن، خود خامنه ای ها، و اینکه خامنه ای اینقدر چی گفت، اینقدر لچ داره و اینقدر کینه داره که معمولا در حرفاش منعکس میشه. من اون که در خلوت چی میکنه رو اونو نمیدونم، ولی در اینکه کینه دارن و در اینکه اصلا سیاست مملکت رو فدای این کینه میکنن و آینده ایران رو، یعنی به نظر من چیز دیگری توجیه این نحوه برخوردشون با کروبی و خانم رهنورد و آقای موسوی نیست. یعنی کینه ای که به گمان من از دوران خمینی داشتن، آیت الله خمینی داشتن، که چرا آقای موسوی محبوبتر آیت الله خمینی بوده، به گمان من واضحه در این قضیه، و این بلایی که بر سر اینها آوردن اصلا به نظر من هیچ توجیه دیگری نداره. و میدونید من یه بار دیگه هم من مجله لوپوان همینه، مقاله روجلدش، این صفحه روجلدش الان دیدم که گذاشتید، خیلی جالبه. یه روجلد دیگه هم هست که اگر اونم پیدا کنید اونم بذارید خیلی جالبه، این در مورد کتاب نگاهی به شاهه. حالا کتاب نگاهی به شاه در ایران خب ظاهراً ممنوعه دیگه، ولی حالا من همین دیروز پیروز دوباره سایت رو نگاه میکردم، 15 میلیون ویزیتور داشته این سایتی که خود ما درست کردیم برای اینکه ملت بتونن کتاب مجانی بخونن. 15 میلیون؟ 15 میلیون در خارج از برومر؟ داخل و خارج همه جا دیگه. 15 داخل وسیع پخش شده و ملت میتونن بخوننش دیگه، یعنی قاچاق میفروشن، برادران قاچاقچی چاپش کردن به طور وسیع، آقای عباس عبدی مثلا چند ماه پیش گفته 100,000 تا چاپ کردن. حالا کتابی که ممنوع شده، ممنوعه در ایران، اصلا اجازه چاپ نگرفته، یکی از این سایت های روزنامه های وابسته به خود این آقایون، من خودم مقاله رو جلدش برام فرستادن، یه مقاله 52 صفحه‌ای علیه کتاب نوشته در داخل و یه عکس شاه رو جلدشه، بعد عنوانش است شاه از نگاهی به شاه از چشم فلانی عباس میلانی، بعد وسط شاه یه عکس منو گذاشتن وسط یه چشم، انقدر این ابلهانه است رو جلدش، انقدر کمدیه، و بعد میدونی یه جوری هم عکس من اون وسط هست. من توصیه میکنم همه بخونن، برای اینکه 52 صفحه هم از خطاهای یه کتاب رو گفتن که من هنوز ندیدم، ممکنه نکات خیلی جالبی داشته باشه، ولی رو جلدش. و اینکه اصلا شما کتابی رو که ممنوعه اینقدر نگرانش هستید که 50 صفحه در ردیهش می‌نویسید، خودش خیلی جالبه. آجه یکی از دوستان من اخیراً از ایران آمده بود، من راجع به کتاب شما ازش پرسیدم که سپاه پاسداران و اینا، خب مثلا همین برادران قاچاقچی اینا چاپش کردن و میفروشن، گفتش که والا اونجور که من میدونم اگه شما کتاب فروش آشنا داشته باشین، وقتی میریم پیشش یه هواش بهتون میگه کتاب میلانی رو هم داریم، کتاب تازه‌شو داریم بیاریم، میرن اون پشمشتا یه جلد بیارم میدن. اون میگه اینجوریه،
خودش هم آدم کتاب خونه. من برام دوستان از ایران گاهی عکس میفرستن، خیلی محبت دارم واقعا، من به همه خیلی ارادت دارم برای اینکه از این چیزا میفرستن. یه عکس فرستاده مثلا دهه انقلاب یا فلان فجر، بعد یه دستورش اونجاست، کتابا رو گذاشتی، کتابای مختلف، کتاب نگاهی به شام با چیز پلاستیک هم دورش. اصلا میان به دو قیمت میفروشن، اینجوری که من شنیدم میگن یه قیمت، یه روایت خارجی کشورشه که با پلاستیک اون 70,000 تومنه، یه قیمت یک دیگه که بدون پلاستیک 30,000 تومن، هر دوتاش یکیه، هر دوتاش هم قاچاقه، هر دو هم واضحه که برادران قاچاقچی چاپ بکنه. کی دیگه میتونه کتاب 700 صفحه‌ای تو ایران چاپ بکنه، در تمام ایران پخش بکنه، بعدم بیاد نقد علیش بریزه؟ خیلی جالبه. من واقعا اینه میگم، اورولم این چیزا رو بهش میگفتی باورش نمیشد. من فکر کنم چاپ افسد کردن آقای دکتر. حتما، بله قطعا هم دیگه. من برام چاپ افسد کاغذ، جلد کاغذیشو کردن، یعنی تصمیم گرفتن جلد سنگین نمیصرفه، کاغذیشو چاپ کردن. خیلی جالبه، اصلا واقعا یه رمان میشه در مورد این برادران نوشت و نحوه کارشون. خب دیگه، خیلی ممنونم ازتون، دستتون درد نکنه. شما متشکرم. خواهش میکنم. برنامه‌مون یک دو دقیقه بیشتر نمونده، با اجازتون عذرخواهی میکنم. انشالله هفته پیش. خواهش میکنم. تقصیر من بود، ببخشید. خواهش میکنم. من خوب و خوش باشین آقای دکتر. ما هم همینطور. از شما متشکرم. خیلی ممنونم ازتون.